نشست علمی روزانه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی روز دوشنبه دهم رجب سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین، ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظمی شیرازی در تشریح روایت مشهور امام رضا علیه السلام در رابطه با ولادت امام جواد علیه السلام که این مولودی است که برای شیعیان ما با برکت تر از او زاده نشده است فرمودند، برخی از بزرگان از جمله علامه مجلسی و دیگران در معنای این روایت گفتند که در میان شیعیان از زمان امام حسن و امام حسین و امام سجاد و امام صادق و امام باقر و در زمان تمامی ائمه علیهم السلام اختلافهایی وجود داشته است که شدیدترین این اختلافها که موجب گمراهی تعداد از شیعیان شد مربوط به داستان واقفیه بوده است. معظم الله در ادامه فرمودند، انحراف واقفیه با شهادت امام کاظم و امام رضا آغاز گردید و در این دوره بسیاری از شیعیان معتقد شدند که امام کاظم از دنیا نرفتند و لذا امام رضا امام نیستند و تعداد زیادی از شیعیان به این نوع تفکر گرایش پیدا کردند، چرا که برخی از علمای بزرگ شیعه در آن زمان هم چون علی ابن ابی حمزه بطائنی و زیاد ابن مروان قندی به واقفیه پیوستند. ایشان در رابطه با توفیق امام جواد در برابر این گروه فرمودند، امام جواد توانستند که واقفیه را در هم بشکنند و در چارچوب تشیع در میان ائمه علیهم السلام امام جواد علیه السلام بیش از همه برکت داشتند، چرا که توانستند این گمراهی بزرگ را از سر راه بردارند. آیت الله العظمی شیرازی همچنین با اشاره به امتحان سخت شیعیان در این دوره فرمودند، این یک امتحان بزرگ الهی بوده که حضرت امام جواد در سن 7-8 سالگی به منصب امامت برسند و در روایات موجود است که یکی از کسانی که از نص بر امامت ائمه اثنا عشر را نقد کرده علی ابن ابی حمزه بطائنی بوده که این افراد به خاطر پول و برخی چیزهای دیگر گول خوردند و به هر حال این امتحان سختی برای شیعیان بوده، مانند سایر امتحانهایی که خدای عز و جل فرموده است، همچون قصه قدیر. با آنکه مسئله معروف و روشنی بود اما عده‌ای با آن مخالفت کردند. با هم فرمایشات آیت الله العظمی شیرازی را ببینیم و بشنویم. بله، همون اونایی که به خاطر اموال اینا بود، خب به خاطر اون بود، اما بقیه عامه مردم، عوام مردم کلا سرشون رفت. این یک چیزی درست کرده بود نوشتن این را، علی ابن ابی حمزه بطائنی توی زیرزمین تاریک یه چیزی درست کرده بود، یه عروسکی که میگه حضرت کاظم اینجا هستن. وقت میگه هر کی میخواد خدمت حضرت برسه باید مثلا 3 روز روزه بگیره و غذا نخوره و خب این چشمش ضعیف میشه و بیحال میشه و وقت اون زیر زمین میبرد و میگفت شما نباید حرف بزنی، حضرت هم فقط یه حرف مختصری میزنن. و خلاصه یه عروسکی درست کرده بود که هم پیدا نبود درست، هم یه صدایی از خودش در میورد میگفت این حضرت هستن و زنده هستن. یه عدهشون، بله بله، علی ابن ابی حمزه، زیاد قندیه که اینا موندن بر وقع، اما یه عده دیگه هم بودن که بعضیشون برگشتن بعضی هم نگشتن. مثل قصهش قدیر، قصه به این واضحی بعد از 2-3 ماه اینجور انکار شد و اینجور معامله با حضرت امیر و حضرت زهرا علیه السلام.